نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی روزهای پنج شنبه و جمعه 13 و 14 ربیع الثانی سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با جایگاه فقهی مفاهیمی همچون حقوق شهروندی، منشور جهانی حقوق بشر، دموکراسی و شورا که از چند دهه قبل وارد فضای سیاسی اجتماعی شدند فرمودند، این مفاهیم از آنجا که در گذشته ها وجود نداشته در مبانی فقهی هم به دانها اشاره نشده است. معظم الله در ادامه فرمودند، مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی در کتاب الفقه به صورت مکرر به این مفاهیم اشاره کردند و مواردی که در این منشورها آمده و ادله شرعی بر آنها دلالت دارد را به عنوان حق شرعی ذکر کردند. ایشان همچنین تأکید فرمودند، لذا اگر در ادله شرعی به برخی از این مفاهیم اشاره نشده شرعاً حق حساب نمی شود. آیت الله العظمی شیرازی با ذکر مثال در رابطه قوانینی چون راهنمایی رانندگی فرمودند، مواردی همچون قوانین راهنمایی رانندگی که با قاعده لازرار هماهنگی دارد و مفهوم آن این است که هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرر برساند از جمله مواردی است که با موازین شرعی مطابقت دارد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله. همین ببینید، گاهی هست دلیل خاص نداره آیه و روایت، اما لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار، گاهی لا ضرار شامل میشه، مثل این قوانین راهنمایی رانندگی، این که تو شرع نیست، این چیزا راهنمایی رانندگی نبوده اصلا. اما اونجاهایی که لا ضرار شامل میشه چرا نگیم لازم نیست؟ حضرت فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، وقتی که ریشه ها رو فرمودن که یکیش لا ضراره. مطلقا بگیم همش جایگاه داره نه، اما اونایش که با عمومات ولو عناوین ثانویه مثل لا ضرار باشه چرا؟ چرا؟ و مرحوم اخوی رضوان الله علیه تو فقه شاید ده ها مورد اینا رو ذکر کردن. بله؟ لا ضرار یعنی کسی به کسی ضرر نزنه. بله باطل. اگه لا ضرار میگیرتش، لا ضرار یعنی لا یضر احد احدا، یعنی کسی حق نداره به کسی ضرر برسونه. بله، خلاصه هر جا لا ضرار بگیره شرعیه.